با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، 10 آگوست سال 2015. روزهای دوشنبه مدت یک ساعت این خدمتتون هستم، روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت و روز شروع جمعه شب هم حدود یک ساعت و نیم. خب اجازه بدید که یه غزلی بخوانیم از این خواجه حافظ شیراز، ببینیم که دنیا چه خبر هست. بله، میفرماید: مرا به رندی و عشق اون فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. خدمت شما بگم که ما ایرانی ها فرهنگمون بدین گونه است که همه چیز یا هیچ چیزی، یا یکی رو میپرستیم و چنین میکنیم برای یه چیز کوچک یقه یکی رو میگیریم و خلاصه دیگه فایده نداره. به جهت اینکه ذهنیت ما رو با تئوری کمال و جمال امام تربیت کردن. شما به عمرتون نشنیدید که یکی سی بگوید که آقا حضرت علی علیه السلام صاحب جمعی عرض کنم که چیکون فضائل بود ولی این عیب کوچکم داشت؟ امکان نداره چنین چیزی. مثلا یک کم در کار سیاست نادان بود، امکان ندارم چیزی، چون ما امام یعنی دیگه کاملترین و جامعترین عرض کنم که موجودات گیتی نمیشه. فرهنگ آمریکایی درست برعکس و خوبی ها رو میبینه. حالا بگذاریم در کار سیاست و اینها بماند، کسی بخواد لیدر بشه خب میگردن ببینن کوچکترین چیز در کارش چه بوده. و مثل خانم هیلری کلینتون که گویا از ایمیل شخصیش استفاده کرده برای کار دولتی، و این مطلب خیلی بزرگی شده، ممکن هست که صدمات زیاد بخوره. اما نیکی ها رو میبینه، خوبی ها رو میبینه. آمریکایی: کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. میبینی بابا یه عمر زحمت کشیده، برای مردم کار کرده، نمیدونم همه عمر، اما مثلا فرض بفرمایید که یه جای کلمه گفته یا حالا چیزی نوشته اینا، ما میچسیم با اون یکی، رهاش نمیکنیم. به جهت اینکه این ذهنیت کمال دوست ما نمیگذارد که حقایق رو به وجهی هست ببینیم. بله، ز عطر حور بهشت اون نفس برآید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. جیب یعنی گریبان، جیبم که میدونید جیب آخوندها نمیدونم عمقش چقدره، ولی جیب و جیب، یکی میگفت که این شعر فردوسی رو جیب میخون و دفاع هم میکرد. بله، سر ناسزایان برافراشتن و از ایشان امید بهی داشتن، سر رشته خیش گم کردن است به جیب اندرون مار پروردن. شاهنامه شناس هم روی تلویزیون هم میخوند، میگو به جیب اندرون مار پروردن است. حالا بماند عرض شود که چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. یه ساقی اون چنان ره ایمان رو زده و ره اسلام زده که دوری از جام می رو مگر فقط صهیب بکند. صهیب کی بوده؟ یکی از زهاد بوده و از دوستان عمر ابن خطاب، اگه اشتباه نکنم صهیب. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی، که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. یک کار کسی دیگر نیست. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد اون که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال
به جان خدمت شعیب کند. بله این منظور موساست دیگه. اینا این در واقع این تمثیلات اینا بسیار هست شعر فارسی. زدیده خون به چکاونت فسانه حافظ، چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند. بله غزل کوتاه خیلی عالی از خواجه حافظ، خواجه حافظ بزرگ. خدمتتون عرض کنم این داستان اتمی و این حرفا سر و صداش خب همه جا هست و بحث همه جا هست. دست راستیا ایراد میگیرن، اوباما و ادمینستریشن او دفاع میکنن که از این بهتر میسر نبوده، چنین است و چنان است. در این میان این آقای نتانیاهو مثل این بازیگران مسخره ای که عرض کنم که خودش انداخته است به میان و دیده نشده در تاریخ کشور آمریکا، که در یک سیاست کلان یا یک تصمیم گیری کلان یک آدمی از یک کشوری دیگه پاشه بیاد خودش بندازه وسط. این دیگه چگونه بگم، به قول عوام بچه پر رو. این بچه پر رو اینه، خودش راه افتاده آمده برای تو من میخوام بیام تو سنای آمریکا سخنرانی کنم. آقا تو کی هستی چی هستی بابا، بشین سر جات. و خفه کرده و وضعیت هم یه جوری هست که هیچ کس هم نمیتونه حرفی بزنه واقعا. یعنی همچین حالتی در هیچ تاریخی ملاحظه نشد. یه چیزی هم دائم طلبکار این آقا. حالا رفتن گفتن آقا بشین ناراحت نباشی، 1.5 میلیارد دیگه میگذاریم رو اون 3 میلیارد که هر سال مفت میدیم تو میخوری، 1.5 میلیارد دیگه هم بهت میدیم، اصلا چرا ناراحتی بابا جان. ولی از قارقار دست بر نمیداره و عرض کنم که این فرید زکریا با آقای اوباما صحبت میگه، میگه آیا شما به یاد دارید در تاریخ ایالات متحده آمریکا که رهبر یک کشور خارجی بیاید و خودش رو بیندازد وسط یک قراردادی که دولت آمریکا با یک دولتی دیگر دیدید همچین چیزی؟ گفت من که به یاد ندارم. و به جد پشتیبانی کرد. اما این داستان خیلی مضحک شده. خب خود اسرائیل به قول اون مردخای و نونو که اونجا کار میکرد، یه چیز بوده در چندین سال پیش، بیشتر از یک دهه پیش، 350 تا بمب اتمی گزارش کردن که داره. از اون سال هم تا امروز میسازه، مرتب داره میسازه، میذاره اونجا. میگوید من باید داشته باشم، دیگران نباید داشته باشن، به خاطر اینکه من برگزیده خدا هستم. لابد نمیدونم، بگذاریم. خب ما روزهای دوشنبه یکی از علما رو خدمت شما معرفی میکنیم تا ما این معنی علم و علما معلوم بشه. آقا چون وقتی تو ایران میگن علما اومدن، 4 تا آخوند زهبار در رفته بیخرد جاهل نادان دارن میان، علما. باری امروز فکر کردم که نمیدونم چرا حواس کردم که افلاطون رو تا یک حدی به شما معرفی کنم. بله خداوند فلسفه افلاطون، لطفاً این مجسمه که از افلاطون هست نشون بدین. این افلاطون هست، اهل آتن، از اشراف زادگان آتن هست و بنیانگذار آکادمی یا آکادمی در آتن. در واقع آکادمی افلاطون اولین مؤسسه ارگانایز برای تعلیم و تربیت عالی بوده و قبل از اون هم سابقه ندارد. در دوران قدیم در واقع فلسفه و تفکر رو اصولا در دنیای قدیم، سقراط هم نشون بدین. بله سقراط استاد افلاطون هست. سقراط چیزی نمی نوشت، سقراط سمبول و خداوند اخلاق هست و کسی بالاتر از سقراط ما سراغ نداریم، نه در بین انبیا و رسول، نه در بین ائمه. یک همچین شخصیتی با چنین اخلاقی که حدود 450 سال
پیش از میلاد، 440 سال پیش از میلاد یک شخصیتی بوده در یونان، هنوز معیاره دیگه. از سقراط بالاتر ما کسی رو نمیشناسیم. و سقراط رو همونطور که مطلع هستین، چون جوانان را آگاه میکرد، در اون روزگار هم داستان این خدایان مطرح بود، سوفسطاییان بودند، مغالطات میکردند، دروغ میگفتند، شعرا بودند و اینها بر حسب عواطفشون سخن میگفتند و اشراف بودند. و سقراط پای پیاده و پای برهنه، حتی در جنگ ایران سقراط با پای برهنه به جنگ رفته بوده و اخلاق غریبی داشته. مثلا فرض کنید سرما بود، همه ناله میکردن، سقراط که مرد بیچاره هم بود، یه خرقه پاره به تن داشت، هیچ موقع شکایت نمیکرد از سرما. مشروب نمیخورد، شراب، اما وقتی میامد از همه بیشتر میخورد، مستم نمیکرد، دروغ نمیگفت، میامد و جوانان رو بیدار میکرد. و این داستان دیالکتیک که بعد افتاد در فلسفه هگل معنی خاصی پیدا کرد و بعد هم مارکس از او گرفت، این دیالکتیک بنیانگذارش سقراطه. یعنی وارد محاوره شدن و قضایای مسلم رو اول بیان کردن و با طرف مورد صحبت سوال جواب کردن، اونقدر پیش رفتن تا او به تضاد بیفتد. وقتی به تضاد افتاد، سخنی هم که به تضاد افتاد خود داره معنی نیست دیگه، پوچ هست. حالا برای ما البته اینطور نیست، اگر دیدیم متضاد هست میگوییم ناسخ و منسوخ هست. آقا خداوند هر کار بخواد میکند، آقا این هم یک کیشه، ناسخ و منسوخ، این دیگری رو عرض کنم که منسوخ کرده، شما بهتر میدانید یا خدا. باری ناسخ و منسوخ، هر شبت که بنابراین دیالکتیک از سقراطه که باقی مونده. در واقع خود سقراط مطلب نمی نوشت و دست به قلم نمی برد، استاد افلاطون بود، افلاطون بی اندازش علاقه داشت و در دیالوگ هایی که در کتاب مستطاب رپابلیک یا جمهوریت آمده، ما اونجا سخنان سقراط رو در اونجا می توانیم پیدا کنیم از قلم بسیار بلیغ افلاطون. چون افلاطون در رشته های مختلف ممتاز بود، عرض کنم که در رشته در واقع فلسفه و اتیکس، همون اخلاق باشه، و متافیزیکس که همین مابعد و طبیعه باشه، و ماتماتیکس که همون ریاضیات باشه اینا، و بلاغت، در بلاغت هم ممتاز بوده. بنابراین نوشته هاش از در واقع آثار طراز اول به لحاظ بلاغت هست. شاگردش ارسطو اما چون بدین منظور ننوشته و یک کتابی از او که به منظور تحریر کردن و منتشر کردن به دست نیامده و آنچه از ارسطو هست یادداشت‌های تندی است که برای شاگردان نوشته، بنابراین ما در کار ارسطو به همین دلیل توجهی به بلاغت نمی‌بینیم، اما در کار افلاطون بلاغت به منتهی درجه است و بسیار زیبا نوشته. حالا بگذریم، ایشون نه تنها خودش بزرگترین فیلسوفان هست، بلکه شاگرد و ارسطو از او درگذشته به شهرت و اعتبار، و استادش هم سقراط هست، سقراط حکیم. و سقراط هر سبت که به خاطر فاسد کردن جوانان، به اتهام فاسد کردن مفسد فلعرض دیگه، چه ارز کنم، در روزگار دموکراسی یونان که قریب 70 سال طول کشید، به جرم فاسد کردن جوانان ارز کنم محاکمه شد و در محاکمه او رو به اعدام محکوم کردن. این محاکمه سقراط هم یک فصل خیلی تراژیکی است در تاریخ انسان، که مرد بزرگی مثل سقراط رو بری محاکمه کنی و بعد محکوم به اعدام کنی. و بعد سقراط همونطور که مطلع هستین شاگردان بسیار داشت در زندان و او رو محکوم کردن به نوشیدن شوکران که یک سمی است، و تابلوها هست از این داستانها هست که شاگردان گفتن ای استاد ما راه رو باز میکنیم، از پشت زندان شما بگریزید. و سقراط میگوید که سقراط نمیگریزد،
من به قانون احترام میگذارم، به این قانونی که این چیزای قضات چیز کردن و اساسا فرار کار سقراط نیست و جام شکران نوشیده با جزئیات افلاطون نوشته است که چه در کنم احوالی بر سقراط کبیر دست داد و چگونه فوت شد و اینها داستانش خیلی مفصل، هیچی هم ننوشت، اما مشهورترین فیلسوفان است. اصولا فلسفه یونان قبل از ارسطو و سقراط جنبه مابعد و طبیعی نداشت. عرض کنم که فلسفه خالص بود، در باب امور طبیعت بود، بدین جهت فلسفه اونها رو بسیار بیشتر میپسندن، آدمای مثل تالس، مثل دموکریتوس و بسیاری دیگر هستند و فیثاغورس. فیثاغورس یکی از بزرگان فلسفه است و تأثیرش بر افلاطون بسیار هست، میگن بسیار از او گرفته، پایتاگوراس به قول این جای ها و فیثاغورسیان معمولا مشهور هست، یعنی فیثاغورس و اصحاب او، کسانی که در واقع اندیشه او رو دنبال میکردن. باری افلاطون عرض میکنم که یک اشرافزاده بود، پدرش بسیار ثروتمند بود، در کار سیاست بود و بعد عرض شود که بزرگ شده است و در مدرسه بسیار هوش سرشاری از خودش نشان داده و رفته رفته پخته شده است، به سیراکوس بسیار علاقه من بود. سپر جان این داستان، این تلفن ها رو من نمیفهم اینجا برای چی روشنه. تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. با درود بر شما هموطنان گرامی، بسیاری این سوال رو همیشه دارن که چگونه شده آقا در یونان 500 سال 600 سال پیش از میلاد این همه مغزهای بزرگ تولید شد، این همه شرایط اجتماعی از خدمتتون عرض کردم. در اون منطقه هزاران جزیره هست، نام جزیره پشت سر این فیلسوفا هست معمولا، و در این جزایر اون دیکتاتور قدرتمند و نیرومند و ارتش و پلیس و این حرفا معمولا نبود، یه مدنیت شهری بود، بنابراین آزادی بود در بیان و اینا توانستن سخنانشون رو بگوین. بعد که فرض بفرمایید دیکتاتوری کلیسا آمد، دیدید که چگونه شد و یونان به چه وضعی. هنوز یونان هنوز عرض کنم که در تمام این دوره که هیچ، بعد از رنسانس هم هیچ، اصلا هیچ شد. یونان دیگه در واقع از یک کشوری که مولد مدنیت و تفکر عمیق بود و سرمشق جهانیان بود و هنوز هم غرب یونان بابت این داستان ها باج میدهد، اونم از بین رفت به جهتی که استبداد آمد. باری این بزرگوار در نوجوانی عاشق سیراکوس بود و در اونجا رفت، بالاخره اونجا اون نمیدونم دیکتاتور سیراکوس این افلاطون بزرگ رو گرفتن و فروختن به بردگی، بعد کسی او رو خرید و برگشت و آکادمیا رو درست کرد، آکادمی افلاطون، همونطور که گفتن اولین مدرسه عالی هست، در اونجا ریاضیات، فلسفه، مذهب، همه اینها تدریس میشد. فیلسوفان معمولا در 6 رشته کار میکردن که قبلا دیدم خدمتتون گفتم، پالیتیکس هست، اتیکس هست، عرض میشود که لاجیکس که همون منطق باشد و غیره. باری افلاطون رو در واقع بنیانگذار عرض کنم که ابجکتیو ایدئالیسم میدانن. ابجکتیو ایدئالیسم بدین معنی که در واقع او بر این بود که این دنیایی که ما میبینیم سایه مخدوشی یک تصویر غلطی از جهان بالا هست، از جهان مسلها هست. این بهش میگن تئوری آف فرمز. تئوری آف فرمز که ما اون چه میبینیم کاملش در یک جای دیگر هست، که حالا بهشت مثلا فرض کنیم. یعنی در واقع یک نوع تصور دینی داشت از این داستان، یک نوع تصور مابعد و طبیعی داشت این جناب افلاطون، و تا اونجایی که به بزرگی او معروف هست به لحاظ طرز بیان فلسفی و به لحاظ فلسفیدن به قول معروف
و به میان انداختن مسائل و بحث کردن در باب اونها و به سنتاج های درست رسیدن و روی هم میگویند که افلاطون بزرگترین فیلسوفان است، گرچه فرض شاگرد و از او بسیار درگذشت در رشته‌های مختلف، اما یک بزرگی هم داریم به نام آقای وایت هد. این وایت هد ریاضیدان بود، دوست آقای برتان راسل بود و کتاب بزرگی رو هم با هم منتشر کردن. میگوید که سنت فلسفه مغرب چیزی دو زیرنویسی بر افلاطون نیست. حالا بماند، ایشون بر این بود که در اون بالا خبرها هست و اون چه ما در این زمینیم ناقص و نادرست هست. مثلا فرض کنین خط راستی که ما میبینیم، این خط راست مخدوش و نادرسته، خط راست حقیقی و کامل اون در اون بالا هست. این مثلث چنین، این صندلی هر چه ما ببینیم، اینها عرض میکنم که یک تصویر مخدوش شده نوع کامل اون هست که اون در دنیای مثلها در اون بالا وجود دارد. بنابراین تأثیری هم در مسیحیت داشته و در واقع برکشیدن مابعد و طبیعه و عرض کنم که اینها آبشخورش همین سرچشمه اندیشه های افلاطون هست. در همه موارد نظر داده. کتاب مشهور او رپابلیک بیشتر گفتگوهاست، سخنان سقراط هست و اینها. در باب سیاست هم چون افلاطون رنج دیده بود از دموکراسی یونان و در اونجا استاد او را اعدام کرده بودن، از اون روی برتافته بود. میگوید که نوع حکومت چند گونه است که بهترینش در واقع فیلسوف شاه هست، که یا فیلسوفان پادشاه بشوند یا پادشاهان فیلسوف بشوند. و برای اینکه این نظریه رو در واقع توضیح بدهد، میگوید که جامعه به جای نمیرسد مگر ما بهترین نخبگان جامعه رو جدا کنیم، به اینها تربیت های مختلف بدهیم، از موسیقی گرفته و ژیمناستیک و عرض میکنم فن بلاغت و کشورداری و غیره، که اینها به اتفاق با هم در یک کامیونیتی، اصلا کامیونیزم رو به نوعی افلاطون اختراع کرده که اینا با هم زندگی، نه به معنی مارکسش، اینا با هم زندگی میکنن به دور از هر گونه زیب و زیوری، عرض کنم که خیلی ساده زندگی میکنن و عرض شود که بر کشور حکومت میکنن و اینا. فیلسوفر کینگ از بین اینها انتخاب میشه و این رو حکومت اریستوکراسی میگوید. اریستوکراسی میگوید اریستوکراسی ممکن است که به انحطاط برسد و حکومت تیموکراسی میاد. تیموکراسی یعنی حکومت محترمین، کسانی که دارای فضیلت اخلاق هستند و روحیه جنگجو هم دارند. اما این باز منحط میشود و میرسه به حکومت اولیگارشی. اولیگارشی یعنی حکومت چند نفر که عاشق و شیفته پول و مال این حرفا هستن، مثل این آخوندهای خودمون که البته آخوندها در هیچ قالبی نمی گنجن. اولیگارشی. بعد میگوید اولیگارشی هم که به فساد رفت، ما میرسیم به حکومت دموکراسی، یعنی حکومت مردم بر مردم، که همطور که میبینید یکی از بدترین نوع حکومت میداند. و میگوید دموکراسی هم که به فساد رفت، حکومت استبدادی میاد، یعنی یه نفر میاد چماق به دست میگیره و جامعه رو اداره میکنه و میگوید که جامعه رو اداره میکنه. بنابراین دموکراسی رو خیلی نمیپسنده. میگوید که بین یک دموکراسی بد و یک دیکتاتوری بد، دیکتاتوری بد ارجح است بر دموکراسی بد. این هم خیلی خیلی مختصر عرض کنم که نظر افلاطون نسبت به سیاست هست. یکی از بخش‌های شگفت‌انگیز و زیبای افلاطون که همه جا در کتاب ها هست، لبخند غار هست، دیالوگ لبخند غار یا Smile of the Cave، که این یک تمثیلی میکند بسیار زیبا، مولانا هم از او گرفته و در جای جای مثنوی به وجوه دیگر این رو بیان کرده. عرض میشود که میگوید یک غاری است جز یک سوراخ، در بالا چیزی ندارد، در اونجا تاریکی حاکم است
و یک عده در زنجیر اینا ایستادن نشستن، اینا پشتشون بسته است، زنجیر برگردنشون، و اینا حتی توان برگشتن و اختیار برگشتن و پشت سر نگاه کردن رو ندارن. پشت سر اینها مردمی در حرکت هستن با آلاتی که در دست دارن میگذرن و پشت سر اونها آتش هست. این آتش سبب میشود که تصویر این روندگان و آیندگان بر روی دیوار مقابل این زندانیان میافتد. اینا در این غار تاریک که هیچ ندیده بودند، این اشباح و سایه ها رو حقیقت میپندارن و چون حقیقت رو هم ندیدن، اینها رو باور میکنن. اینها رو باور میکنن، در واقع میخواد برای در واقع این استدلالی است بر اون چه قبلا خدمتتون عرض کردم که این دنیا سایه مخدوشی است و فلانی حرفا. بعد میگوید در این میان یک تنی از این چند تن جرأت میکند که برگردد و نگاه کند، میبیند که عجب، اینها پس اینها عکس و تصویر و سایه های مخدوشی از حقیقت بودند و حقیقت چیز دیگری است و اینها حقیقی هستند، نه این تصویر، این آدم ها حقیقی هستند نه این تصویر. و بعد دست خود رو باز میکند و میآید بیرون، از این سوراخ نگاه میکنه، دنیا و یه بزرگ عظیم و خورشید رو میبیند، به حقیقت والاتری دست پیدا میکنه. اما مشکل این آدمی که به حقیقت رسیده این است که وقتی میاد رفقای خود رو بیدار بکند و به حقیقت اونها رو راهبر بشود، اونها حرف این رو نمیپذیرند. این خیلی 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 زیباست، به جهت اینکه فرض کنید یک کسی که عمیقاً موضوع آزادی انسان و موضوع دموکراسی رو به عنوان مثال و شرف انسان رو فهمیده و به این درجات حقیقتاً رسیده، نه که بیاد برای مصلحت خودش چند تا حرفی تو این تلویزیون و اون تلویزیون بزنه، دو تا مقالم بده بیرون، نه، اون کسی که حتی حاضر جان خودش رو در این راه بده، چون کسی که به این حقایق رسید دیگه غیر ممکن هست که عرض کنم که تن بده به چیز کمتر. این است که مشکل اون این هست که نمیتواند این به خواب رفتگان رو بیدار کند، چون هیچ گونه عرض میکنم که درکی از حقیقت ندارن و نشنیدن. در این کشور کره جنوبی مردم رو طوری بار آوردن که گمان میکنن بهترین نوع حکومت همینیست که این رهبر عظیم و شان داره میکنه و بهترین جان کره شمالی است، بقیه مردم در بدبختی و گرفتاری و بیچارگی هستن. روسا هم همین تعلیمات رو در زمان شوروی سابق عرض کنم که کمونیستا به مردم شوروی میدادن و عرض کنم که غرب رو جامعه فاسد می انگاشتن. وقتی که این هواپیمای خیلی عجیب غریب عرض کنم که بلک برد ساخته شد در آمریکا، که هواپیمای جاسوسی بود با سرعتی که هنوزم رکورددار سرعت هست، اینا معلمی که در روسیه می آمد شوروی سابق درس می داده برای شاگرداش که برای ساختن هواپیما اینها، میگه من متحیرم که یک جامعه فاسد سرمایه‌داری نمچنین و چنان و کذا و کذا چگونه توانسته یه همچین هواپیما بسازه. و نشونش بدین جالبه، بارکلا سپر به این چیزا خیلی علاقه منده. این هواپیما SR-7 ایوان از خالص از تایتانیوم هست، هیچ موشکی به این نرسید، بیشتر ده ها بار و موشک های ضد هوایی بهش حمله کردن، اما اون سریع تر از موشک ها حرکت میکرد، تا موشک به خودش میجنبید این رفته بود و در واقع عکس برداری میکرد. اون زمان ستلایت نبود، از مواضع روسا و کوبا و غیره و زالک. و SR-7 هنوز هم دارای رکورد هست در جنگ اسرائیل و عرض کنم که انبر سادات و مصر، یک بار گذشت و هر وقت می‌گذشت با یک کلیک دوربین 100,000 کیلومتر مربع را با دقت عکاسی می‌کرد. این است که با اون حرکت‌ها رادارهای روسی مصری فهمیدن این آقا کار خودش کرده بود، این هواپیما، و همه اطلاعات رو دست اسرائیلی‌ها دادن و لشکر چهارم یا سوم مصر رو محاصره کرد. حالا بگذاریم، این تعلیمات رو می‌دادن. باری کسی که حقیقت کل رو دید و به اون معانی پی برد و مراتب بالاتر از معمولی رو تجربه کرد،
سعیش بر این هست که دیگران رو بیدار بکنه، اما تلاش بسیار بسیار سختی است این کار که چگونه خفته را می شود بیدار کرد. و کسی که حقیقت رو ندیده و عرض می کنم که کرامت انسان رو تجربه نکرده، شما بخواید از کرامت انسانی براش سخن بگین، این خیلی 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 کار مشکلی است. و این بخش از عرض می کنم که رپابلیک افلاطون یک شاهکاری است، در همه جا هست. و در مسیحیت عرض کردم که یعنی در واقع مسیحیت از اندیشه افلاطون سوء استفاده کردن. یک تابلوی هم هست بد نیست به شما نشون بدیم، به نام مدرسه آتن از رافائل. رافائل از بزرگان نقاشان رنسانس بود، معاصر اون دو بزرگ دیگر بود، یعنی میکلانج و لئوناردو داوینچی. ملاحظه کنید این تصویری است که میکلانج به چیز ببخشید رافائل به دست داده. در اینجا یه گوشم اگر اشتباه نکنم ابن سینا هم اون پایین صفحه جای هست، در اون بالا افلاطون در دست چپ هست. آها این افلاطونه، انگوشی به طرف بالاست و کتابی در زیر بغل، و در سمت چپش یعنی در سمت راست این تلویزیون ارسطو شاگرد اوست که به طور کل با استاد خود مخالف بود و انگشتش به طرف زمین اشاره کرده. به مبینی معنی که افلاطون میگوید هرچه حقیقت هست در اون بالا هست، من باید اونجا رو تجربه کنیم. و ارسطو میگوید هرچه هست مشاهده و تجربه هست و تحقیقات علمی هست بر روی زمین. در واقع ارسطو به نوعی پدر امپیریسیزم یا تجربه، حکمت تجربی هست، اون هم کتابی به زیر بغلش. و این تابلو یکی از شاهکارهای عصر رنسانس هست. بله، و غریب است که این شاگرد جمعی سخنان استاد خودش رو رد کرد. یه عبارت مشهوری دارد، میگوید افلاطون برای ما خیلی عزیز است اما حقیقت از افلاطون بسیار بالاتر هست. این را ما باید آویزه گوش کنیم که حقیقت از دین بالاتر هست، حقیقت از خدا بالاتر هست، حقیقت از همه چیز بالاتر هست، از تعصبات وطن دوستانه ما بالاتر هست. خلاصه این حقیقت هست که انسان را به جای میرساند، نه تعصبات و خواسته ها و امیال و آرزوهای بیهوده و اینها. باری افلاطون برای ما بسیار عزیز است اما حقیقت از افلاطون بزرگتر و بالاتر هست. ارسطو بحث دیگری دارد، حالا یک روزی هم یک اشاره می کنیم تا ما بدونیم علما که بودن و علما چه گفتن و اینها. همونطور که پیش از این خدمتتون گفتم این موضوع ما بعد و طبیعه، یعنی و جایی که برترین جاهاست و حقیقت کل در اونجا هست و خداوند رو عرض کنم که بند و بساط و جای بهتر شاید بهش نمیگوید، اما در واقع توصیفی که میدهد به نوعی ما این تصور به ما دست میدهد. و اون چه مربوط به عشق و زیبایی هست، استتیکس، عشق و زیبایی هست هم افلاطون در بابش سخن میگه و میگوید شما عاشق زیبایی میشوید و این زیبایی ظاهری و زمینی ما رو راهبر هست به اون زیبایی کل. مولانا هم از او گرفته، میگوید عاشقی گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت ما را بدون سر رهبر است. خیلی از افلاطون در مثنوی معنوی که بزرگترین شاهکارهای ادبی فارسی و ادبیات جهان هست در واقع و بهترین کار مولانا هست، ما بسیاری از کارهای فیثاغورسیان در اونجا میبینیم و سخنان افلاطون که در مثنوی به خوبی منعکس هست با تمثیلات خاص خود او. عاشقی گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت ما را بدون سر رهبر است. این مقدمه کوچکی بود، خیلی خیلی مختصر و گذرا در باب این حکیم بزرگ یونان. در ایران و جامعه مسلمانان او رو سلطان الحکما می گفتن و خیلی متاسف و متاثر بودن که چرا افلاطون شاگردش با اون مخالفت کرده. خب گرایش‌های ذهنی هم خب داشتن به هر صورت،
ایرانی ها این است که بزرگان پارسی زبان، حالا عربی صحبت میکردن و مینوشتن، بماند خیلی دلشون میخواست که این دوتا رو با هم آشتی بدن و این کار رو حکیم ابونصر فارابی کرده. چیزی که به دست مسلمان ها میرسید معمولا در ترجمه خراب شده بود و این نمیفهمیدن بسیاری وقت. بعض اوقات عرض میکنم که اندیشه های نیو اسکندرانی و اسکندریان جدید رو به نام ارسطو و افلاطون دیگران اینها ترجمه میکردن و این حکما گیج میشدن که چی شده. عرض کنم که حکیم ابن سینا میگوید من متافیزیک ارسطو رو 40 بار نمیم 60 بار خوندم هیچ چه نفهمیدم. این مشکل بودن مطلب نیست، این بد بودن ترجمه است. اگر خود مترجم نفهمد که مطلب چیست، خب ترجمهش هم به درد نمیخوره. اگه شفاف نفهمه نمیتواند شفاف از فیلتر ترجمه گذر بده. باری میگوید من در بازار بخارا یا سمرقند یکی از این شهرها میادم، دیدم یک کتاب فروشی نشسته کتابها بر روی زمین و رفتم و 2 کتاب خریدم و رفتم من دیدم عجب، یکیش متافیزیک ارسطو هست از حکیم فارابی، 1 بار خوندم فهمیدم، چون فارابی فهمیده بود مطلبم درست نوشته بود. باری این آقای فارابی استاد بزرگ که در موسیقی هم بی نظیر بوده آمده و یک در واقع آشتی داده است بین اندیشه افلاطون ارسطو که به درد نمیخوره البته. حالا ما چه اجباری داریم؟ خب نبوده، آقا مخالف بوده، زمینگرا بوده، تجربه گرا بوده، اون در آسمان ها سیر میکرده، این در زمین کار میکرده، در همه امور کار کرده، در زیست شناسی و تکامل و نمیدونم عرض کنم گلخانه بزرگی داشت، از همه نوگیاهان در باب اینا کار میکرد، تجربه میکرد. اینها این است که حالا چه اصراری داشته حکیم فارابی که بخواد این کار بکنه بنده نمیدانم. اجازه بدید که عرض کنم که ما یک موسیقی کوتاه بشنویم و بعد اخبار رو هم ببینیم و برگردیم خدمت شما، برگردیم سر موضوع بحث شیرین اسلام. بله، از قول عبدالغنی رستافی بخشای دیگر از کتاب او میخوانیم که از دانشمندان عرب بوده است و همون در مقاطع مشروطه و در واقع دوره ابتدای قرن 20 این کتاب رو تحریر کرده. تا چند دقیقه دیگر. شهرام نازم خدمتتون میگم بعض خواننده ها صداشون خارج آقا گوشو اذیت میکنه، ولی عجیبه که خودشون هم متوجه نیستن. مرتب این سی دی ها دیویدی ها رو پر میکنن و مرحوم کلنل وزیری گفته بود آقا این ساز رو خوب کوک کنید وگرنه مردم گوششون خارج میشه، گوش مردم رو خارج نکنید، این ساز رو درست کوک کنید، این پردارم خیلی خیلی دقیق ببندید. حالا بگذاریم، عرض کنم این رسافی روسافی به انگلیسی من دیدم پشتش هم بنوشته روسافی، تشدیدم نداره نوشته روسافی. حالا باید سر بیشتر تحقیق کرد ببینیم این عرض کنم که عبدالغنی روسافی حقیقتا هویتش چیست و اینها. بماند میگوید که محمد و هدفهای او، از صفحه 38 خدمت شما میخونم. میگوید با توجه به اینکه محمد جزیه را بر ملل مغلوب غیر عرب از اهل کتاب و زرتشتی برقرار کرد، می توان به خوبی دریافت که هدف وی مذهبی و دینی محض نبوده و شکی نیست که پذیرفتن جزیه از ملل مزبور و رها ساختنشان در کفر با این ادعا که وی برای دعوت همه مردم به توحید و عبادت خدایگان فرستاده است مغایرت دارد. اگر ادعا شود اهل کتاب دارای ادیانی هستند که صاحبان آنها پیامبرانی بودند که از سوی خدا فرستاده شدند، که یه مغلطی از سوی خدا فرستاده شد چی بگم، و از این رو دعوت آنها به اسلام یک دعوت برای اصلاح و نه نجات آنهاست که شامل مشرکین می شود و بدین سبب جزیه را از آنها پذیرفت و از دیگران نپذیرفت، خواهم گفت محمد
دین زرتشتی را به عنوان دین آسمانی نمیپذیرد. خدا رو سپاس که نمیپذیره. خب و در نظر وی با مشرکین یکسان هستن. یعنی کسانی که اومدن اونجا اون شمشیر کج دستشون بود آمده بودن به جنگ مشرکین و کفار که ما باشیم. و عرض کردم ما بایستی این ایران عزیز و این فرهنگ گرانقدر و مردمی ایران زمین و این نجابت و شرافت اجدادمون رو در یک کفه ترازو بذاریم و این داستانهایی هم که از اون بیابان ها آمده در یک کفه ترازو بذاریم و تکلیف خون روشن کنیم، گرچه روشن نخواهد شد. این است که کسی که به مفهوم حقیقی ایران و ایرانیت آشنا باشد امکان ندارد که بتواند این دوتا رو با هم جمع کند، چون این هر دو در یک تضاد. حالا کسی میگه آقا این دیگه جزء فرهنگ ماست، ما اونچنان ایران دوست داریم که خلیج فارس نمیدونم چی شده فلان، اینا اول باید ریخت دور، اینا معنی نمیده. وطن دوستان بزرگ رو من نمیشناسم که یک نگاه مثبتی به این قضیه داشته باشن، چون چیز مثبتی هم درش واقعا نبوده. حالا بماند مشرکین هم. خب و همون گونه که قرآن نیز اشاره میکند همانند مشرکان در آتش جهنم جاودانه شکنجه خواهند شد. خیلی خب. و از این رو دعوت از آنها باید برای نجات آنان انجام گیرد، نه اصلاح آنها. ما اومدیم آقا شمشیر رو بردیم گردن شما رو میذاریم نجاتتون بدیم، خودتون متوجه نیستید. خمینی گفت 10,000 تا عرب اومد از این بر به اون بر، من میگه ما رو آدم کرد. شاید ایشون رو آدم کرده، ما که آدمیت از این ندیدیم که. بله چیکار میکنیم عمو؟ خدا پدرت بیامرزه. هیچی، ما اومدیم که اینجا یه عده از شما رو بکشیم، خانواده مثلا 15 نفرش سر میبریم نجات پیدا کنن. نه. مولانا هم در تفسیر اون قطعه مشهور از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دقل، بعد توضیح میداد این نمی کش که این می نجات میداد. بله از اینجور دروغا و مغالطات شرم‌آور واقعا. خب برخی از مسیحیان همون گونه که در قرآن نیزه شده است عیسی مسیح را خدا می دانند و برخی فرزند خدا، و یهودیان بعد نوشته عزیر را فرزند خدا می دانند. پس فرق میان آنان و مشرکان عرب وجود ندارد، چون شرک شرک است، حالا هر گونه که می خواهد باشد، خواه مردی را با خدا شریک کنند یا بتی یا درختی یا سیاره‌ای و چیز دیگر. پس گرفتن جزیه از آنها و نگرفتن آن از مشرکان عرب دلیل گویایی بر مذهبی و دینی محض نبودن هدف محمد است و نمانگر آن است که به دنبال یک نهضت عربی دینی اجتماعی سیاسی با آغاز عربی و پایان جهانی بوده است. من اصلا معتقد به این همچی چیزی نیستم که این آقا گفته اصلا جهانی رو نمیشناخت محمد که حالا بخواد که چیز جهانی درست کنه. هدف نهایی این بزرگوار این بود که مکه رو بگیره و عرب قریش رو مسلمون بکنه، و گفته است که پیامبری خدا نمیفرستم مگر به لسان همون مردم. بنابراین خودش رو پیغمبر کشورهای دیگر نمیدانسته. عمر ابن خطاب هم که بزرگترین خلفا و بزرگترین جانشین محمد است میگوید که اصلا من دلم نمیخواهد که این اسلام عزیز از جزیره العرب بیرون برود، و اگر حمله کردن این سوسو عرض کردم برای گرفتن اموال مردم بوده، هیچ انگیزه دیگری نداشته. خیلی خوب. شکی نیست که چنین نهضتی در مسیر تکاملی خود نیاز به پول دارد، و محمد با گرفتن جزیه از ملت‌های غیر عرب مغلوب این منبع درآمد سرشار را تأمین نمود، البته با این شرط که پرداخت کنندگان جزیه با وجود باقی ماندن در کفر و گمراهی زیر لوای حمایت عرب، بله اهل عهد و ذمت خواهند بود. بله اهل ذمه که میدونید یعنی غیر مسلمانی که تو سرش بزنی پولشو بگیری. و از اونجایی که این نهضت میباید به دست اعراب و نه کسی دیگر انجام بگیرد، و از طرف خود اعراب
یا بیشتر آنها مشرک و بت پرست بودند و با یکدیگر در جنگ و جدال به سر می‌بردند، لذا پیش از هر چیز برای محمد ایجاد وحدت کلمه ضروری به نظر می رسید و این هدف تنها از طریق ایجاد یک وحدت دینی که منجر به ایجاد پیوند برادری دینی میان آنها می شد تحقق پذیر می بود. حالا این که میگن انما المسلمون اخبار، اینا رو بریزید دور، اینا همه شعاره، اینا همه شعاره، مال الانسان الا ما سعا، بریزید دور. از سبت که باز اینجا سعا رو ما تعبیر کنیم و تفسیر کنیم دیگه، میگه از انسان نیست جز اینکه با سعی خودش به دست آورده. سع یعنی شمشیر و حمله به دیگران، اینا رو بریزید دور. عرض می شود که داستان این بود که قریش خودش رو برتر از دیگران می شمرد و اون بیچارهای مخذول که آمدن و به ایشون کمک کردن دستشون به هیچ جایی نرسید. در عرض کنم که جنگ بزرگ حنین که بعد از فتح مکه شد، هر چی شطور مسلمان‌ها دزدیده بودن آمد اینها رو داد به ابو سفیان و پسر ابو سفیان، پسران ابو سفیان، داد به قریش، به طوری که همونطور که عرض کردم مطلب مهم هست، این انصار رفتن گفتن آقا بریم دنبال کار زندگیمون. این آقا در زمانی که اینها بیرونش کردن و رابش نمیدادن و میخواستن بکشنش و فرار کرد، آمد پیش ما جانهامون رو در اختیار گذاشتم و شمشیرها، حالا که ما چیز قوم خویش شدید داره تقسیم میکنه. ایشون هم رفته، خب خداوند بلاغت بود، هوشیار و با یک مغالطه خیلی خیلی جالب اینا رو به گریه واداشت که امشب ابو سفیان شطور میبره، شما رسول خدا کدومش بهتره؟ البته رسول خدا شطور بهتره، در حالی که برای دوزی رفته بودن. آقا شطور از روزی که این داستان در واقع به کرسی نشست، یعنی مکه رو گرفتن، تا زمانی که مغول ها آمدن خلفا از قریش بودن. یعنی از این انصار بیچاره که در مدینه بودن و این همه جان فشانی کردن و کشته دادن و هر روز نمیدونم خبری بود در مدینه، اینا هیچی به دستشون نیفتاد. من نبر مسلمون اخوه. بله خیلی خوب. و چنین میگوید که برادران و خندداره که میگه که این کاری که میخواست بکنه پول لازم داشت. آقا ما پیامبر گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ وظیفه پیامبر اینه که پیغامش به مردم بده، حالا گوش کردن کردن، نکردن حسابشون با خدا، نه اینکه با خشونت و قتل و اینها بخوایم که آیین خدا رو گسترش بدیم. این یکی رو من نمیپذیرم اصلا به هیچ وجه من وجود قابل پذیرفتنم نیست. خب بعد میگوید اینها رو مورد حمله قرار داد و در جهت خونسا و باطل ساختن اونها همان گونه که در قرآن آمده است همه گونه ابتکار به کار میبست. ما اینا ابتکار اینجا یعنی هیلگری از دوانی میبست با آوردن جمله لا اله الا الله که یکی از همین ابتکارهای او بود، مردم را به عبادت خدا، خداوند یکتا و بی انباز دعوت میدن. در آغاز کار دعوت توسط آیات قرآنی صورت میگیره، زیرا فاقد اون نیرویی بود که با توسل به اون میتوانست اونها را قهرن به فضیلت دعوت خود وادارد. اول میگه آقا خدا چیز خوبی است، خدا یکتاست، چنین و چنانه، چرا؟ به جهت اینکه شمشیر در دستش نبود و در این راه هم خودش و هم یاران و فرداران اندکش رنجها و آزارهای بساری کشیدن. حالا جالب میدونید چیه؟ میگن مشرکی، ما میگیم مشرکی. در تمام مدتی که ایشون اذیت میکرد، دعوت میکرد، توهین میکرد، نمیدونم اون سخنان رو میگفت در حق باورهای اینها، اندیشه کشتن این مرد رسول الله از ذهن کسی نگذشت.
حتی اینقدر ساده بودن، گفتن که رفتم پیش ابو طالب، ابو طالب تو فلانی رو میشناسی؟ گفت خیلی خیلی پسر خوبیست. گفت امین هست؟ گفت بله. گفت ما اینو میاری میدیم تو پسر خودت کن، این محمد بده ما بکشی، خیلی داره ما رو اذیت میکنه. طرح قتل و نمیدونم نصف شب بریزن و ترور بکنن و از سوراخ آب برن بالا سر و کسی رو ببرن، اینا نمیکردن. پیداست که این اهل مدینه اینا آدم های خشنی نبودن، به این سادگی نمیشد آدم کشی کرد. ابو طالب هم گفت آقا باشیم بریم دنبال کارتون، این چه حرفیست میزنین؟ شما کسی رو میشناسید که پسرش رو بده، که البته پسرش نبود، برادرزادش بود، پسرش رو بده و یه کسی دیگر رو بگیریم اونو برم بکشن؟ چون خیلی محترم بود، آدم بزرگواری بود، شاید به همین دلیل هم مسلمون نشد. ابو طالب نداد و گفت برید دنبال کارتون. اینا آمدن تحریم کردن که دیگه هیچکی با اینو مسلمان حرف نزنه، چیه جنس بهشون نفروشن. این کارا نشون میده که اینها قتل اهل قتل و اینها نبودن، اگه نه همون روز اول، همون روز نمیدونم سال دوم سال سوم یه گروه جمع میکردن میرفتن سر اینا رو میکشتن، ولی نکردن. اما اینا میکردن. رحم به زن و بچه کسی هم نمیکردن، این همین داعشی ها. فکر نکنید اینا چیز جدیدی هستن، نه. خب اما پس از هجرت به مدینه و گردآوری اون نیروی لازم، در حالی که در یک دست شمشیر و در دست دیگر قرآن حمل می کرد، به دعوتش ادامه داد و در این راه هیچ گونه دوستی یا پیوند خویشاوندی را مراعات نمی کرد و هیچ گونه عذری یا جزه‌ای را نمی پذیرفت مگر اسلام آوردن، که چنانچه می پذیرفتن جان و مال خود را نجات می دادن، وگرنه شمشیر از اینا می کشید و تا هنگامی که اون را نپذیرفتن غلاف نمی کرد. هرگاه از هدف محمد، از دعوت قوم خود به عبادت خداوند یکتا و بی‌انباز آگاه شویم، اونگاه به علت سختگیری وی در رسوا ساختن بت‌پرستی و حمله شدید وی به آن و قرار دادن آن در ردیف گناهان کبیره غیر قابل بخشایش پی خواهیم بود. و اینها وی گفت خداوند شرک را نمی بخشد و به جز آن را برای هر کس که بخواهد می بخشد، با اینکه در واقع نمیتواند چنین باشد، زیرا مشرک هیچ گونه ضرر و زیانی به خدا نمیرساند و از طرف نیز با این که کار عبث و بیهوده است ضرر مادی نیز به مردم نمیرساند. و اگر قرار بود این بیچاره داره درست میگه، یه مشرک با خودش و خدای خودش، نه ضرری میکشه، نه خونه کسی خراب میکنه، نه سر کسی رو میبره، نه دختر کسی رو میدوزه. و اگر قرار بود که این مسئله یعنی شرک به خداوند به مردم بت‌پرست ضرر مادی برساند، مردم عراق امروز که به بت‌پرستی بازگشتند و به عبادت قبرهایی در زیر گنبدهایی که نام عتبات مقدسه رو برنهادن و دادن، همگی هلاک و از میان رفته بودند. خب این آقا هم از اون سنی ها پیداست، از اون سنی های متعصب بوده، نتوانسته نیش زبانش رو کنترل کنه. آقا به تو چه که شیعیان حالا چه میکنه؟ در واقع باید گفت بت‌پرستی که محمد با اون با شمشیر و قرآن جنگید، بار دیگر با همه طاغوت‌های خود به عراق بازگشته است. ولی با این وجود مردم عراق همانند مردمی که خدا یکتا و بی‌انباز رو میپرستن به زندگی خود ادامه میدن و در گردش تفریح به سر میبرن. از اون رو باید گفت که خداوند مشتی خود را میبخشد و به جز اون را نمیبخشد، زیرا هرچه خارج از شرک به خدا شامل انواع منکرات مربوط به حقوق مردم نسبت به یکدیگر می شود و بخشش در این باره جایز نیست. در مقابل شرک به خدا هیچ گونه ضرر و زیانی به او نمی رساند و شامل حقوق مردم نسبت به یکدیگر نمی شود. و مسلمان محمد به حقیقت به این مسئله واقع بوده، ولی برای رسیدن به هدف وحدت کلمه و دین جهت ایجاد نهضتی بزرگ که عاقبت نیکش همه مرد را خواهد گرفت، سبب اصلی سختگیری بی اندازه او در رد شرک بوده است. از اونجایی که وحدت دینی خشک و خالی و بدون مسائل تشویق کننده و معنوی برای تحقق نهضت کافی به نظر نمی رسید، لذا بهشت را که تنها با انجام اعمال نیک قابل دسترسی است به عنوان یک عامل تشویق کننده معنوی مهمی معرفی نمود.
و بهترین این اعمال را شهادت یا مرگ در راه پیروزی این نهضت و به گفته او در راه خدا قرار داد و با آیات قرآنی خود تا اونجایی که قدرت تخیلش به او اجازه میداد در وصف بهشت و نعمتهای ابدی اون هنرنمایی میکرد، به گونه‌ای که میتوان گفت تا اون زمان کسی بر وی در این مورد پیشی نگرفته بود و این پدیده خود وسعت و قدرت تخیل او را به خوبی نشان میدهد. اینا دیگه از ابن خلدون دزدیده و اینا، حالا بماند. محمد برای برانگیختن عشق به شهادت در راه الله اونها را کشته به حساب نمی آورد و اونان را زنده و روزی خوار می کنند. ولی خب بعد لازم تذکر است که گرفتن غنایم جنگی برای بودن زنان از عادات جاهلیت بوده که در جنگ های خود علیه هم اقدام به ربودن چارپایان و زنان میکرده و محمد در واقع عادت دوران جاهلیت را به رسمیت شناخت، زیرا مصلحت ایجاب میکرد. مصلحتی مثل آقا خمینی مصلحت ایجاب میکرد. در واقع عرض کردم اسلام یک ملغمه ایست از یهودیگری، یعنی آیین یهود، اندکی مسیحیت که خیلی نیست، و تعلیمات زرتشت با فرهنگ عرب. هر چیزی، هر پدیده، هر قدر زشت در فرهنگ عرب وجود داشته ایشون باش مخالفت نکرده و ازش برداشت به نفع خود و اندیشه خود کرده است. این است که مقصود از این سخنان، این است که همه این کارها زمینی است عزیزان، هیچ کدوم از اینها نه از آسمان آمدن نه خدا اونجا نشسته با ریش و پشمش و اینا تکس میزنه دائم کتاب میفرسته پایین، اینا نیست، اینا همه زمینی است، همه اینا آدم بودن، همه در واقع میگوین در قید حیات، در قید همین تن اسیر بودن. اسیر که چه از کنم، وجود داشتن، وجود مادی داشتن و تصورات و اندیشه هایی برای مثلا بهتر کردن. حالا بهتر کردن جامعه چگونه مؤثر می شود با شمشیر بنده نمیدونم، با خشونت و شمشیر و نفی دیگران و ایجاد فساد و نفاق و اعمال جنایی غیر انسانی چگونه می شود یک چیز خوبی رو گسترش داد بنده نمیدونم. شما می دونید، عرض کردم هفته پیشم، ما راهنمایی کنید از این گمراهی و زلالت ما رو نجات بدید لطفا. خب وقت ما به اتمام رسید. هموطنان با سپاس از سپر، با سپاس از شما، بسیار از شما هموطنان بسیار بسیار سپاسگزارم. در هر جای ایران که هستید میدونم توجه کردید، توجه میکنید و بسیار مفتخرم که با یک بلندگوی 2 دلاری ما توانستیم در این مدت این همه کار انجام بدیم در خدمت شما. حالا دوستی داریم در فرانسه، اینو من برای تعریف از خود نمی کنم چون شما منو میشناسید، گفت زنگ زدم به یکی از سیاسیون خیلی معروف که فوت شد، گفتم آقا شما با این همه زلم زیمبه و این میلیون ها دلار ثروت و این تعداد و این نام و این نشان و این همه چیز آمدید و در ایران تأثیر شما به اندازه یک شخصی که در لس آنجلس با یک بلندگوی 2 دلار نشسته نبوده. گفت ایشون پذیرفت، گفت راست میگی و من از این معنی مفتخرم هموطن. و ادامه خواهیم داد تا ببینیم چه خواهد شد. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.